حال و هوای کودکانه برنامه رو کماکان حفظ میکنیم و در اینجا به مدرسه یکی بود یکی نبود میریم. مجموعه مدارسی در شرق آمریکا که با ایجاد فضای شاد و خلاق بچه هایی رو که اینجا بزرگ میشن با زبان فارسی و فرهنگ ایرانی آشنا میکنه. راه اندازی این مرکز آموزشی ایده آیتک آژنگ بوده. آیتک بعد از دریافت مدرک دکترا در رشته آموزش هنر و موسیقی به کودکان از دانشگاه کلمبیا وقتش رو صرف آموزش به بچه های ایرانی آمریکایی کرده با روش های نو و جالب که خودش برامون توضیح میده. کارمون در مدرسه یکی بود یکی نبود آموزش بچه ها از طریق موسیقی و هنره و این بچه ها از سن خیلی پایین از طریق موسیقی، حرکت، داستان سرایی و بازی با زبان فارسی و فرهنگ ایرانی آشنا میشن و در واقع ترکیب این فعالیت ها توی هر کلاس باعث میشه که بچه های تجربه گروهی مشترکی رو داشته باشن که راحت تر با محیط احساس تعلق کنن و همینطور تجربه قشنگی از یاد گرفتن زبان فارسی برشون باقی بمونه. چندی پیش اولین آلبوم موسیقی این مرکز به نام چشمک منتشر شد. سلام 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 بچه ها سلام بیاییم با هم بخونیم و بگیم سلام 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 صبح بخیر بیاییم با هم برقصیم و بگیم سلام 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 بچه ها سلام دستامونو بدیم به هم بگیم سلام سلام. ابتدا ببینیم این ترانه ها چی هستن و در انتخابشون چه معیارهایی در نظر گرفته شده. آلبوم موسیقیمون بعد از چند سال کار بالاخره ماه گذشته منتشر شد. آهنگای این آلبوم خیلی با دقت و با هدفهای آموزشی کنار هم قرار گرفتن و همشون رو ما سر کلاسامون استفاده میکنیم. به طور مثال آلبوم با آهنگ سلام شروع میشه و با آهنگ خداحافظی هم تموم میشه. مثل همین این آهنگا هم بچه ها رو تشویق به یاد گرفتن مفاهیم اولیه زبان میکنن و همین که اونا رو تشویق به حرکت و انجام فعالیت میکنن. مثلا آهنگ سلام، توی آهنگ سلام بچه ها هم به همین سلام میکنن و همین که وارد یه فعالیتی میشن که توش مفاهیم متضاد رو تمرین میکنن کنار. همه این آهنگا بر اساس تمهای اولیه‌ای که بچه‌ها توی هر زبانی یاد می‌گیرن کنار هم قرار گرفتن. این تمها تمهایی هستن مثل رنگ‌ها، اعداد، الفبا، حیوانات و لالایی‌ها. ترانه‌ها و شعرهای کودکانه همیشه توی ذهن آدم می‌مونن. همه ما شعرهایی رو که در دوران کودکی یاد گرفتیم هنوز از حفظیم. از آیتک که در این زمینه درس خونده، پژوهش کرده و تجربه داره، پرسیدم یه ترانه کودکانه چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه برای اینکه در ذهن کودک ماندگار بشه. بچه‌ها معمولا با هنگ ریتمیک هم خیلی خوب ارتباط برقرار می‌کنن و شعر این ترانه ها خب خیلی خوبه که هدفدار و بازم ساده باشه. یه نکته دیگه استفاده درست از فواصل ملودی که برای ترانه های کودکان که رنج صدای بچه ها رو در نظر بگیره که بچه ها بتونن راحت اون آهنگ ها رو بخونن و تکرار بکنن. در نهایت ترانه های کودکان فهم کنم اگر با کیفیت خوب ساخته بشه میتونه برای خیلی از بزرگتر هم همقدر جالب و جذاب باشه. بعضی از ترانه های این آلبوم بازخوانی فولکلور هایی هستند از ایران و کشورهای دیگه. اهمیت افسانه ها، داستان ها و شعرهایی که قدمتشون شاید به قرن ها پیش برسه در آموزش بچه ها چیه؟ و چرا این فولکلور ها در عصر مدرن امروز همچنان جذابیت خودشون رو حفظ کردن؟ ما سعی کردیم که حتما چند تا از آهنگ های این آلبوم بازخوانی ترانه های ملل کودکان و یا ترانه های محلی کودکان باشه که بچه ها اینجا باشون بزرگ میشن. دلیل اصلیش هم این بوده که بچه ها هم با زبان فارسی آشنایی ندارن و خب خیلی از خانواده های میان که یکی از پدر یا مادر ایرانی نیستن.
بنام چه از سن خیلی کم با فرهنگ های متفاوتی بزرگ میشن و لزوماً توی خونه خیلی فارسی نمیشنون. ولی خب بازخونی فارسی این آهنگ ها برای بچه های پل فرهنگی رو درست میکنه، چون بچه ها با ریتم و ملودی این آهنگ ها از قبل آشنا هستن، در نیچه خیلی زود باشون ارتباط برقرار میکنن و خیلی اون آهنگ ها رو دوست دارن. به طور کلی ترانه‌های فولک و محلی فرهنگ مختلف که هنوز امروز به جا موندن سینه به سینه حفظ شدن بیشتر و انقدر جذاب و هماهنگ با زندگی روز بوده و هستن که نسل به نسل باقی موندن و هنوز دارن تکرار میشن.